دست و پای تکون بده و اینا و باید چکم میشه. این میگن وقار. وقار هم از وقر و سنگینی و استاقل تو ملال از آدم میچسمونه به زمین، نمیده آدم پرواز بکنه. اندران موکب که بر پشت سبا بندن زین، یاد سوار باد شدن وقت ما سوار مورچه شدیم، یواش 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 هم خواهم حرکت بکنیم، خیلی با تو معنیه. گفتش که اندران موکب که بر پشت سبا بندن زین، به قول حافظ، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. با دهت از کوه سکونت برد، عیب مکن گر که وقاری نیست، خیش من آن است که از عشق زاد، بهتر از این خیش و تباری نیست. چیست فزون از دو جهان شهر عشق، خوشتر از این شهر و دیاری نیست. گر ننویسم سخنی ننگارم سخنی بعد از این، هست از آن رو که نگاری نیست. اگر آدم نگار نداشته باشه نمیتونه بنویسه، اگر بنویسه چیزی به درد بخوری در نمیاد. حالا باید نگار داشته باشه، باید یک کسی باشه تو زندگی آدم که به خاطرش صبح بلند شه، به خاطرش بره سر کار، به خاطرش حرف بزنه، به خاطرش بخونه. اگه خاطر اون خیلی عزیز باشه تمام سختی عالم آسون میشه، تمام خاطرخواهیه. اگر آدم خاطر کسی براش عزیز نباشه صبح بلند میشه حوصله نداره اصلا چیکار بکنه، به خاطر کی، برای کی، دائما سوال میکنه، این تکرار مکررات چرا. یه وقت هم یه دو تا قرص میخوره خودشو خلاص میکنه. چرا؟ به اینکه عاشق نیست. ما گفت اگر ننویسم، اگه دیدی که دیگه غزل نگفتن بدون که نگار ندارم، اگه نگار داشته باشم حتما غزل میگه. چون اگه گل باشه، بلبل از گفت که شب از خاموش. ما در سیر و گشت بودیم در باغ دل نظامی و گفتیم که نظامی شبی بر در خانه دل رفت و اونجا در زد و قبولش کردن، بعد به شاگردی قبولش کردن و ریاضت کشید، بعد رفت به یه باقی که حالا من میخوام قبل از اینکه دوباره وارد اون باغ بشیم و بقیه اون داستانو بگم که اون معشوق کی بود و بعد چه خبر شد و چطور شد که صبح شد و اون سلامونی حتی مطلع الفجر کی بود که بهشون گفتن شب خوش و این بدترین شب خوشه واقعا، این که بگه چه شب خوشی که بگن آقا بفهم این شب خوشه، گفت شب از خوش بفهم. اون شب خوش تلخ رو و ناخوش رو بهش گفتن. قبل از این میخوام ببینیم که گفت که رائز من چون ادب آغاز کرد، از گره نه فلکم باز کرد، چون که ندیدم ز ریاضت گریز، گشتم از آن گزیر، گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر. این چه ریاضتی کشیده؟ و این که حافظ میگه که عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم، دست شفاعت هر زمان در نیک نامی میزنم. یا میگه که استقامت کردم سالها، پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن، که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. از این قشنگتر نمیشه حرف زد دیگه در عالم. میشه که ما بعد از این همه شکیبایی، ولی ما اگه بگیم میگن آقا کدوم شکیبایی؟ به قول شیرین برای خسرو نامه نوشته بود، گفتش که کدوم روز جامعه از عشقم دریدی؟ کاری نکردی اصلا، تو ساغر میزدی با دوستان شاد، قلم فرهاد میزد، قلم شاپور میزد کیش فرهاد، نامه ها رو که شاپور برات مینوشت، کیش هاش هم که فرهاد میزد، تو چه اشکال میکردی؟ گفتش که تو ساغر میزدی با دوستان شاد، قلم شاپور میزد کیش فرهاد. آیا میشه که بعد از این همه شکیبایی، کدام هم شکیبایی؟ چی کار ما باید بکنیم که لاقل بکنیم این حرف رو بزنیم مثل حافظ که بعد از این همه شکیبایی میشه که ما یه شبی چراغ دیده ما در محراب ابروی تو روشن بشه و چشم ما به تو بیفته. پس از چندین شکیبایی شب یارب توان دیدن، که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور در سر کوی تو از پای طلب ننشستم.
و چقدر مداومت کردم، چقدر مقاومت کردم. گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. هر حادثه ای رو خب ما اینجا نشستیم منتظریم بیاد. 10 سال گفتش که من توی چاه نشسته بود یارو، اون شخص که یوسف رو بندازم تو اون چاه که ببیندش. خب من شنیده بودم که معلوم نیست که بیندازن، ولی وقتی که یوسف رو انداختن تو چاه، دیگه جوان نشسته اونجا چایی هم آماده کرده و مسائل و طعام و غذا و اینا. گفت جناب عالی، گفت من 10 سال اینجا جا گرفتم. من خبر داده بودن کاهنان معابد که یه روزی در این شاه یوسفی میفته. من از اون وقت اومدم اینجا. اینا رمز، البته ما میدونیم که تو کدوم شاه میفته، ما میدونیم که کجا احتمال داره که اون باشه، ما میدونیم در لبخند بیشتر احتمال داره تا در عهد، میدونیم که کجا باید داریم بشینیم تا اون بیاد. در پایداری و ثبات پیغمبر اکرم فرمودن که این سوره هود منو پیر کرد. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه فاستقم کما امرت، فرمان آمد که استقامت کن آنچنان که فرمان یافتی. خیلی مشکل استقامت. گفتا که چونی آنجا؟ مولانا میگه که گفتا کجاست آفت؟ گفتم که کوی عشقت. گفتا که چونی آنجا؟ گفتم در استقامت. گفت نازم تا قیامت میکشی؟ میکشم ای دوست، آری میکشم. هر چی ناز بکنی؟ مرحوم پدر گفتن که ناز کن هر چه خواهی حبیبا، جور کن هر چه خواهی رقیبا، فاه خدن به نار لهیبا، لاه عینن به سحر مبینا، محترم دلبرا نازنینا. که اونجا در خانه پرسیدن که محترم چی دیگه؟ این محترم یه وقتی کسی نباشه، محترم دلبرا، محترم خانمی نکنه پیدا شده باشه، محترم دلبرا نازنینا، ای بهشت افتید را خط هور اینا. بعد گفتن که ناز کن هر چه خواهی حبیبا، تو هر چی میخوای ناز بکن، جور کن هر چه خواهی رقیبا. من همه تعمل میکنم. چرا؟ برای این که فاه خدن به نار لهیبا، من چشمم به یک چهره افتاد که مثل گل سرخ برافروخته است، و لاه عینن به سحر مبینا، یک چشمی بر من آشکار شده که سحر مبین داره، کش کاروانش سحر به دنباله میرود. بنابراین هر چی میخوای بکنی، هر چی میخوای ناز بکنی بکن، میکشم. تو هم هر چی میخوای جور بکن که تو چرا از این راه میری، اذیت میخوای بکنی بکن. یعنی که اون دیگه وقتی دیدی تمام عالم برات آسون میشه. آن بیابان پیش او همچون حریف. این که رودکی گفته که ریگ آموی و درشتی های او زیر پایم پرمیان آید، همین این جمع شاعرانه داره. اما مولانا اینو کاربردی کرده، آورده عملا میگه اون عاشقی که ملامتش کردن، گفتن که تو دیگه بر نگرد پیش اون کسی که با تو خشمگین شده، برای اینکه اون عصبانی هنوز از دست تو که برای اینکه معلومه که عصبانی نیست، یه ند نشانه هایی به من داده که فرستاده که خیلی هم عصبانی نیست. مولانا میگه ای خشم کرده دیدار برده، تمام مشکل ما اینه که دیدار رو بردن دیگه، بریدن گفتن آقا نبینه این مادر نباید بچه‌شو ببینه. ای خشم کرده دیدار برده، آن ماجرا رو یکم رها کن. سعدی میگه جنایتی که بکردم اگر درست بباشد، حالا ما یه اعتراضاتی هم داریم البته که این تفسیر ما هم نبوده همش اینا، ولی حالا هم تفسیر ما، جنایتی که بکردم اگر درست بباشد، فراغ روی تو چندین بس از حد جنایت. این همه فراغ بود دیگه، بس دیگه، ما چقدر باید چیز بکشیم. بنابراین گفتن که فاه خدن به نار لهیبا، لاه عینن به سحر مبینا. پس اینا برای چیه و چه ریاضت های کشته نظامی که میگه گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر، من که از این شخص صفتی کرده ام، این صفت از معرفتی کرده ام، بس که سرم بر سر زانو نشست تا سر این رشته بیامد به دست. چقدر خونه جگر خورده نظامی تا اینکه این سر این رشته رو به دست آورده که بتونه به دست آدم بده. وگرنه میگن مال و ما ادراک مال لیلة القدر، تو چی میفهمی آقا شما؟ انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک مال لیلة القدر، تو چه میدونی که لیلة القدر چی هست؟ اصلا که نرفتی اصلا اون شب، تو اون شب قبلی هستی، تو یه شبی هست که شب فراغه، شب جداییه، شب ظلمتیست که حافظ گفتش که در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. اون یه شبه که باید دعا کنن که صبح بشه.
یه شبی هست که باید دعا کنن که صبح نشه، یعنی از اون شب باید به اون شب برسیم، به اون لیلة القدر، اون شبی که شیرین دعا کرد که گفت خداوند را شبم را روز گردان، چه روزم در جهان پیروز گردان. وقتی که شیرین نگاه کرد، چه شیرین کیمیای صبح دریافت، از آن سیمابکاری روی برتاب، داشت گریه میکرد، سیمابکاری یعنی داشت جیره کاری میکرد. وقتی که دید که صبح شد، عجب چه کیمیایی داره صبح، شب رو روز میکنه صبح، چه شیرین کیمیای صبح دریافت، از آن سیمابکاری روی برتاب. شبستان را به روی خیشتن رفت، هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت، اونا رفتند، موجه بر خاک میخانه عشق گذاشتن. شبستان را به روی خیشتن رفت، به زاری با خدای خیشتن گفت. خداوند حالا که دیگه این شب رو صبح کردی، شب ما رو هم صبح کن. یه شب دیگه است که ما صبحم بشه صبح نشده، یه شبی ما داریم که با این صبح که صبح نمیشه. خداوند شبم را روز گردان، چه روزم در جهان پیروز گردان. غمی دارم هلاک شیر مردان، بر این غم چون نشاطم شیر گردان. توی یاری دست فریاد هر کس، به فریاد من فریاد خان رست. اقصنی یا قیاس المستقیسین، به فریاد ما برسیم. بعد شروع میکنه دعا کردن که به آب دیده طفلان محروم. و ضمناً اینا نشون میده که اگر دعا که تعلیمات عجیبی درش هست، دعاها که میکنه، قسمها که میخورن، این قسمهای قرآن بخونه و قسمهایی که خوردن که به این قسم به اون قسم، اینا نشون میده چیز خیلی مهمیه. لحظه های استثنائی در عالم که یه بچه یتیم محروم گریه بکنه، این یه قوقایی در عالم بپا میکنه، نباید بذارین همچه حادثه رخ بده. به آب دیده طفلان محروم، به سوز سینه پیران مظلوم، به بارین اسیران، به بالین غریبان بر سر راه، به تسلیم اسیران در بن چاه. آدم افتاده باشه تای چاه، نمیتونم بیاد بالا، هیچ کاری نمیتونه بکنه. گفتن یه قزوینی بچه شد تو چاه، اومد بالا سر چاه، گفت بچه جون جایی نرو تا من برم تنها بیام. گفت کجا برم؟ او کجا این نرو تای چاه کجا برم؟ جز تسلیم چه چاره‌ای بکنه؟ به والین غریبان بر سر راه، به تسلیم اسیران در بن چاه، به صدقی که از نواموزی برآید. چون آدم وقتی آغاز کار وارد این عالم میشه صداقت و پاکی داره، به صدقی که از نواموزی برآید، به آهی که از سر سوزی برآید، به تصدیقی که دارد راه به دیر، به توفیقی که بخشد واه به خیر، به قرآن و به ریحان و نثار عشق ریزان، به قرآن و دعای صبحخیزان، به هر طاعت که نزدیکت ثواب است، به هر دعوت که پیشت مستجاب است، که رحمی بر دل پرخونم آورد، از این گرداب غم بیرونم آورد. این دعا باید بکنم از این شب خلاصش بکنم. و این چطور اینها از این شب خلاص شدن؟ که چون آن تشنه کامان آب جستن، در این تاریک شب مهتاب جستن. حالا میخوای داستانی از ادبیات اروپا براتون بگم که در همه جای دنیا این راه رو رفتن، اینطوری نیست که کسی به اون باغ برسه. حالا میخوام، چون من فکر کردم که یه خورده زود ما به پایان این داستان نرسیم، بلکه یه خورده با حافظ و سعدی و مولانا و نظامی و جان میلتون و عرشبت جان بانیان و اینها ببینیم که اینا چجوری شد که به باغ رسیدن و از چه بیابانهایی گذشتن، از چه خارستانهایی گذشتن، چه سختیهایی رو تحمل کردن که آن بیابان پیش او همچون حریر، آب جیهون پیش چشمش آبگیر.